توی این ویدیو میخوام بهتون یه سایت معرفی کنم که شما رو بی نیاز از شرکت های حمل بار میکنه، همون شرکت های اساس بری میکنه که قیمت های خیلی نجومی پرت به آدم میدن. پس آخر ویدیو همراه من باشید که بریم این سایت بهتون توضیح بدم. دوسته برم سلام به یه ویدیو دیگه از ریویل شد. خوش اومدید. شایان هستم و ویدیوهای درباره ترکیه منتشر میکنم. یه سری دوستان جدید دارم میان. اگه جدید اومدید سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، لایک کامنت هم یادتون نره که بهم انرژی بیشتر بدید تا همچین سبک ویدیوهای بیشتری واسهتون تولید بکنم. یه سایتی هستش، حالا من قبل اینکه اینو بگم چی شد اصلا با این آشنا شدم. توی ترکیه یه داستانی که دارین، مخصوصا شهر استانبول، میخواهید اساس کشی بکنید، ترکو ایرانی هم نداره. اساس کشی که میخواهید بکنید، این کارگرا میان یه سری قیمت های خیلی نجومی میدن و جدا از نجومی بودن قیمت هاشون وسط کار دبه میکنن. مثلا میگن فلان قد بار دارید، خب بار از قبلش گفتی بهشون چقدره، اطلاع دارم و اساس خونه میخوان جا بده کنن، نمیخوان جا برج بسازن کار خاصی بکنن. ولی خب خود تولکام صداشون سر این قضیه در اومده که اینقدر این باربری ها عدا در میارن. چند تا از دوستان اساس کشی داشتن و متاسفانه دیر این ویدیو رو دارم ضبط میکنم، به دردشون نخورد. گفتم حداقل زود ضبط کنم بهتون منتشر کنم که ببینید حداقل شما استفاده کنید، ضرر نکنید. این دوستان مثلا قیمت وسایلش که مثلا جا به جا بکنن، اون هزینه باربری در اصل که میخواستم پرداخت بکنم و جا به جا کنم، مسیر کوتاهی بود. مثلا یکی از دوستان از اسکودار میخواست بره مثلا سمت چیشلی، خب مسیر خیلی زیاد نیست، یه پل رد میکنه میرسه اون و از مثلا تونل آبراسیا بره مثلا 100-200 پول، حالا دقیق اطلاعات چیزی نمیستم واسه اون چقدره، اون هزینه تونل اونقدره، بیشترش نیست. مثلا حالا اگه اجازه نمیدم از پل دوم میخواد بره، حالا مسیرش زیاد دور میشه، یه خورده دندون گردن و حالا از این شرکت، از این باربری هایی که الان ویدیوش میذارم استفاده کرد. دوست من اومد اینجا با این بنده خدا که وسط دستو میفروشن صحبت کرد، گفت اساسمون رو جابجا کنیم و واسه یه مسیر کوتاه ازش حدوداً 5000 لیر گرفتن. حتی بیشتر میخواست ولی خب یه زدچونه زنیم کم کرد، ولی نسبت به این سایت واقعا قیمتش بالاتره واسه اون مسیری که اینا خواستن. خب دوستمون با این دوستان صحبت کرده بود و جای دیگه هم با تلفنی صحبت کرده بود که قیمت هاشون بالا بود. حالا من از این چیزایی که دارم میگم دست دو فروشی ها ویدیو قبلا تهیه کردم، مثلا قیمت وسایل دستور رو گذاشتم که چقدر، حالا میتونم ببینید. ولی خب توی حمل بار واقعا قیمت های پرت میدن که 5000 لیر اینا حدودا دوستم پرداخت کرد. حالا یه دوست دیگه ای دارم که سمت شیشلیه و از شیشلی به شیشلی، یعنی در سمت خیابون کورتلوش یه ذره اونورتر از جواهره، یه مقدار پایین‌تره، یعنی پیاده یه رو 20 دقیقه راه، با ماشین 5 دقیقه راه. از طبقه اول بارا رو می‌خواست بیاره این و طبقه مثلا دوم، خیلی چیز سختی هم نبود، چند تا مثلا مب بود و یه یخچال، یه لباسشویی، ظرفشویی، یعنی وسایل اتاق خواب و کمد و کابینت و اینجور چیزا دیگه نداشت چون مثلا باربری که داشته باشه. مب بود و این چند قلم جنسی که دارم میگم، هر کی قیمت داده بود مثلا 6000 تا 7000 تا این رنج قیمت داده بودن به ما که واقعا غیر منطقی بود و اصلا اوکی نبودیم که اینو قبول کنیم که طرف بیاد کارو انجام بده و بار ما رو جابجا کنه. سر همین من گشتم یه سایت پیدا کردم به نام تاشوماجون، یعنی باربریم، و اومدم توی این سایت رفتم یه قیمت رو زدم، دیدم از اونجا به این بعد با 2800 یا 3000 بودن که الان عکسش رو واسه تو این بغل میذارم، این بر میذارم واسه تو. اومدیم چیز کردیم، اوکی دادیم، ولی خب تبصر ماده داره اینجا، خیلی آدم های خوبی هن. اینو داخل پرانتز واقعا بگم، پشتیبانیش واقعا فوق العاده است. یه خانومیه که توی خارج از کشور زندگی میکنه، میره میاد و رفت آمده. با خود مدیر عامل من صحبت کردم، اینقدر دیدم یه ذره راننده ها عدد در میارن که اونجا هم باز هستن همچین راننده هایی که باید گزارش بدید، اصلا گزارش بدید که این سیستم سالم بمونه. خودش هم کلی تشکر کرد، گفتم من قیمت اینقدر، راننده اومده من قیمت داده گفته اینقدر، چرا اینجوری شده؟
که خودش ازم عذرخواهی کرد، البته پیامش هم هست که اونا دیگه باید حریم شخصی میشه نمیتونم بذارم. پیگیری کردن گفتن که آقا با این راننده مثلا میتونی چیز کنی، عکس وسایل رو اپلیکیشنش رو اول تو سایت درخواست میدید، راندبو میگیرید، وسایل رو عکسش رو میفرستید توی اپلیکیشنش، راننده رو اطلاعاتش نشون میده، یه چیزی مثل واتساپ میمونه اون وسط که ارتباط شما و راننده است. اگه 5 قلم جنس بیشتر نباشه راننده حق اضافه کردن مبلغ هم نداره. مبلغ هم اگه اضافه که شما باز با این پشتیبانی چک بکنید که این وسط حقتون ضایع نشه. من همه این مراحل رو رفتم و خیلی خوب کارم انجام شد. حالا بریم سایت بهتون نشون بدم. ببین این سایتشه، بعد اینجا نوشته که نردم از کجا نره، یعنی به کجا، از کجا مثلا میخوای بگیر، مثلا از شیشلی فلان، آدرس و ده کامل بنویسید. مثلا میزنم شیشلی، مثلا کیبورد ترکی کنم، مثلا شیشلی، مثلا میزنم جواهی. خب اینجا مثلا یه خودش یه آدرس آورده. خب میگه چی میخواید از این وانت پیک هم داره، حتی خیلی قیمتش مناسبه، مثلا 400 لیر مثلا قیمت داره دادن از اونجا تا اینجا. واسه بستای کوچیک اگه دارید خیلی کار آمده. حالا مثلا اینکه چند قلم جنسه واقعا مناسبه، مثلا یه دونه یخچال، یه دونه مبل، دو تا میزه فلان، ولی وقتی تعدادش میره بالا ما 5 تا رد میکنه، خب قیمت این سایت این نمیشه دیگه، یه مقدار فرق میکنه. خب اینجا وارد میشیم، ببین تا 60 دقیقه واقعا اینش واقعیه، 60 دقیقه بهتون اعلام میکنه که رانندتون کیه، ساعتش خودتون تنظیم میکنید. حالا یه ذره دیلی ممکنه باشه، بخاطر اساس کشیه، یه سری اساسا ممکن سخت رد بشه از یه سری جاها، مثلا ما از طبقه اول میخواستیم بیاریم پایین وسایلا رو، اون راهروش هنگ بود و خیلی اذیت شدم، سلام مثلا کلی تایمشون رفت، بعد ما دیگه سفارش نداشتم دیگه کلام راحت. بعد من سفارش کی ثبت کردم؟ 12 شب همه کارامو کردن، پشتیبانیش همه چی اوکی کرد، نفر رو چیدن، 3 تا راننده عوض شد این وسط، خیالم راحت بود مثلا فرداش که آقا اینا دارن میان. با یه ساعت تاخیر اومدن ها، ولی خب حداقل کارمون درست انجام شد و قیمتمون سر این که مثلا 5 تا قطع وسایل نبود، خوب هی میرفتن بالا میمادن، ما حدودا 10 تیکه وسایل بود، 11 تیکه وسایل بود که اینا رو رفتن آوردن، بعد راندن کلی اذیت شد. حالا از ما مثلا 1500 لیر بیشتر گرفتن، گفتن مثلا اینجوری. بعد میتونید اینجا درخواست بدید مثلا چند نفر بیان واسه کمک واسه تون، همه اینا رو مثلا میخواد اینا رو باید پر بکنید. من الان تو چیز سفارش ندم نمیخوام پر کنم، ولی من پر کردم. هر کارگر 300 لیر مثلا میگیره، اینکه خیلی مؤدبم، با شخصیتم خیلی دام تعریف میکنم ازشون، واقعا انقدر راضی بودم. هر کی باشه من معرفی میکنم از این سایت استفاده کنم، خودم نیازشون واقعا از این سایت استفاده میکنم. حالا ماشینای باربریشون خیلی بزرگ نیست، من یعنی که سفارش بدید ماشین بزرگتر واسهتون بفرستم. حالا ماشیناشون که ایناست، اون کامیونت ها که همین ماشینه تو سطح شهر دارید میبینید، همچین کامیونت هایی هم خیلی بزرگ نیستن، ولی خب کل وسایل جا میشه دیگه. مثلا ما مبلا رو، یخچال، لباس رو اینا جا دیم، اگه مثلا چند قلم دیگه بیشتر داشتیم واقعا جا نمیشه، مجبور بودیم یه ماشین دیگه سفارش بدیم، مثلا درخواست بدیم دیگه که ما مثلا باربریمون میشه 10000، تازه میشه قیمتی که بیرون به ما دادن. این سایت خیلی باحاله، پیشنهاد میکنم از این استفاده کنید. اپلیکیشنش حتما دانلود کنید اگه تو سایت سفارش ثبت کردید که اونجا با راننده در ارتباط باشید. این سایت حتما استفاده بکنید. نظرتون درباره این سایت بهم بگید، هر واکنشی داشتید نسبتش، مثلا اگه راضی بودید، راضی نبودید، بعدتون اومد، خوشتون اومد، بنویسید که دوستان دیگه هم استفاده بکنن. در ضمن اینم بگم بهتون که اگه خواستید بگیرید اونجا بگید که از طرف من اومدید، دیگه از طرف من تو ترکیه به نام اونور میشناسم، دیگه از طرف اونور تماس میگیرم، حالا اسم اونور اینجا مینویسم، اونجوری بگید شاید به تخفیف هم بدن. حالا من باهاشون صحبت کردم، یه تخفیف جزئی در نظر گرفتم، گفتم بهتون بگم که هزینه‌هاتون یه خورده صرفه جویی بشه. یه نکته هم بگم درباره حمل اساس، شما اگه اینا با شرکت باربری ها، ولی معمولا این کارو نمیکنن، باید با شهرداری هماهنگ کنید، شهرداری روز و ساعت بهتون میده، اون کوچه رو میتونید ببند، اون ماشین جریمه نمیشه، راحت میتونید دیگه بارتون ببرید و هر کی مثلا باشه پایتخت بوق هم زد هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون پلاک ثبت تو شهرداری و جریمه نمیشه. ولی حالت عادی راننده ممکن جریمه بشه، مجبور هی ماشین جابجا کنه، یه مقدار اذیت ممکنه بشه، تایمتون هدر میره وسط. از نظر کیفیت این سایت خیلی بهتره، قیمت 10000 لیر کجا 5000 لیر کجا، 5000 لیر فرقش یعنی 10 میلیون تومان حدودا، اگه لیر رو دو حساب کنیم فرق این اساس کشی است. با
گفتم اینو بهتون معرفی کنم، همچین سایتای باحالی اگه خواستید تو کامنت ها بنویسید از این سایت بیشتر بهتون معرفی بکنم. اگه تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، لایک نکردید لایک کنید، این ویدیو رو واسه دوستاتون بفرستید که از این ویدیو میتونن خیلی استفاده بکنن، هزینه‌هاش پایین‌تر بیارن و با آرامش بیشتری کارشون انجام بدن. این هندلینگ این کارا میدونم واقعا استرسیه، الان که صاحب‌خونه‌ها دارن یه خورده شیطنت می‌کنن، خیلی تو فکر جابجایی هستن که با صاحب‌خونه درگیر نشن و این داستان رو نداشتن. این هم بهتون بگم که باید یه مقدار ترکی بلد بشی، اگه دوستی ترک هستش اینجا، ترک زبان هستش، آذری هستش، به قول خودمون ترکی بلده، شماره اون رو تو سایت بزنید که راننده بلافاصله زنگ میزنه واسه چک کردن آدرس. وقتی آدرس هم داره چک میکنه همان میکنه من فلان ساعت بیام، نه من بیارم بسته‌بندی کنم، بسته نمیخواید، همه اینا رو میپرسه ازتون که اونجا بتونه هندل بکنه. من دوستان بلد نبودن و دیدم دارن اذیت میشن، شماره خودم تو سیستم ثبت کردم و با خودم در ارتباط بودن که همه کاراشو پیگیری کردم، به راننده زنگ میزنم از طریق همین سایت که کجایید و کی میرسید و اینا. خیلی چیز خوبیه، وقت مکالمات هم ضبط میشه، راننده نمیتونه بهتون بی احترامی بکنه یا حرف غیر نامربوطی بزنه. از این نظرم واقعا چیز مفیدیه، امیدوارم استفاده کنید، راضی باشید و با دوستاتون هم معرفی بکنید. از این سایت من هیچ تبلیغی نگرفتم، هیچ پولی هم نگرفتم، ولی چون چیزای خوبیه، همچین چیزایی دوست دارم به دوستان خودم که شما باشید معرفی بکنم، خیلی راحت ازش استفاده کنید. مرسی که در حالی آن رو هم بودید. تا یه دیگه خودم